سلام دوستان من مهرداد هستم مرسی که دوباره همراه من هستید به خاطر درخواست ها و کامنت های زیادی که گذاشته بودید که در مورد نظافت آشپزخونه نظافت خونه اینا حتما یه ویدیو درست بکن تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست بکنم منتها با یه خورده تغییرات که خودم بهش دادم معمولا چیدمان و نظافت خونه زمانی خیلی دیگه به قول معروف مهم و همیشه مهم و اهمیت داره ولی خیلی وقتا که دیگه مهم میشه زمانیه که ما مهمون داریم زمانی که شما مهمون دارید میخوایم توی این ویدیو با همدیگه یه مروری بکنیم میدونم که شما همتون خیلی با سلیقه و خیلی استادید ولی با همدیگه میخوایم یه مروری بکنیم که بدونیم چیکار بکنیم که جلوی مهمونمون حال اوضاع خونه خیلی اوکی باشه بریم بیه دوستان میخواستم قبل از هر چیزی ازتون تشکر بکنم که ویدیوها رو دنبال میکنید کامنت میذارید ما رو با کامنت هاتون راهنمایی میکنید که کجا داریم مسیر رو درست میریم کجا داریم کجکی میریم دوباره میایم توی مسیر اگه دوست داشتید حتما کانال رو به اشتراک بذارید سابسکرایب کنید کانال رو دوستانتون هم دعوت بکنید که به کانال ما اضافه بشن کسایی هم که برای اولین بار دارن ویدیوهای کانال ما رو میبینن و تازه میخوام به جمع ما اضافه بشن تو کانال مهرداد پز ما قصد بر این داریم که بهترین و دقیق ترین رسپی های غذاها با نکته های ریز و فوتوفناش به صورت خیلی واضح و دقیق و آشکار توضیح بدیم که هر کسی با هر توان آشپزی بتونه یه غذای خوب و برای خودش و خانوادهش درست بکنه بریم سراغ ویدئوی خودمون به بسم الله نظافت داخل خونه وقتی که مهمون وارد خونه شما میشه جا کفشیه حتما همیشه جا کفشیتونو رو مرتب بکنید جا کفشیتونو رو دستمال بکشید که زیر کفش رو که هی میذارید هی ور میدارید خدای نکرده کسیف آلوده نباشه یه بوگیر خوشبو هم حتما توی جا کفش استفاده بکنید که حتما میدونید دیگه زیاد خوشایند نیست که مهمون یا خودتون حتی در جا کفش رو باز بکنید یه دفعه ببینید یه بوی کفشی یا یه بوی پایی میاد این میشه اولین نکته بعدش میریم سراغ نظافت سرویس ها سرویس همیشه میتونید با مواد شوینده من خودم معمولا از وایتکس استفاده میکنم چون وایتکس یه سفیدی خیلی خوبی رو توی سرویس ایجاد میکنه همینطور تخریبش هم خیلی کمتره خیلی جرمگیرهای قوی هستن ولی تخریب دارن به قول معروف اون بند کاشی ها رو خالی میکنن یا یه خورده آسیب میزنن در نهایت که سرویس هم تمیز کردید حتما در آخر سرویس رو خشک بکنید اصلا جالب نیست که کسی وارد سرویس بشه ببینه همه جا خیسه یا آب داره حتی اگه تمیز باشه خب حالا نوبت اینه که بیایم داخل آشپزخونه کاری که ما اصلی ترین قسمت همیشه کارمون با آشپزخونه است حتما در پایان و پخت و پزتون گازتون رو به صورت خیلی اساسی تمیز بکنید چون تمیز بودن گاز یکی از این نشونه های خونه دار بودن و اون ترتمیزی و با سلیقه بودن شماست یخچال خونتون رو با فریزرتون رو حتما به صورت طبقه های مجزا مجزا بچینید مواد غذایی رو بندی بکنید یه موقع خود نکرده داخل یخچال یا فریزر مواد غذایی با همدیگه قراقاتی نباشه مطمئن باشید شما زمانی که میرید در یخچال باز میکنید یه چیزی وردارید میوه بیارید نمیدونم هر کار دیگه ای بکنید مهمون شما حتی حواسش به اون داخل یخچال شما هم هست اینو حتما رایت بکنید نوشیدنی ها رو جدا داخل یخچال بذارید میوه جات و سبزیجات سر جای خودش دیگه چیزایی مثل دسرها چیزایی مثل مثلا شکلات ها یا هر چیزی که هست تو طبقه های مجزا دسته بندی شده طبقه به طبقه خوشگل و مجزا بچنیدشون اینم میشه از بحث آشپزخونم و یه نکته دیگه هم بهتون بگم سعی کنید یه قسمت اعظمی از آشپزیتونو قبل از اینکه مهمونتون بیاد داخل خونه انجامش بدید این دو تا حسن داره یک تو زمان مهمونی شما دستتون بازتره خیلی سر حوصله تر خیلی از کاراتون رو انجام دادید میتونید کاراتون رو پیش ببرید دو اون بوی شدید غذا قضا. غذاهایی که نیاز به سرخ کردن داره بوی سرخ کردنی یا غذاهای دیگه که بو... بوهای شدیدی داره که ممکنه آزار دهنده باشه برای مهمون از قبل شما انجام دادید این بوها از بین رفته میتونید با یه عود با یه خوشبو کننده خیلی خوب و خوش محیط رو خوشبو بکنید اون بوی سنگین غذا تو محیط نباشه خیلی شیک کارتون رو انجام بدید یا غذایی که از قبل آماده کردید میتونه داخل فر باشه میتونه روی گاز آروم داره بر خودش میپزه دیگه شما زیاد درگیرش نیستید یه نکته دیگه ای هم که بهتون بگم اینه که در مورد گردگیریه خب بحث گردگیری حتما همه جای خونه رو گردگیری بکنید تلویزیون میزهایی که مخصوصا واسه پذیرای جلوی مهمونا میذارید این گل آوردم اینجا که بهتون نشون بدم که حتما این برگای گلا رو دونه به دونه دستمال بکشید تمیز باشه چون این اینا جز اون جاهایی که خاک میگیره ممکنه یادتون بره تمیزش بکنید و معمولا جلوی چشمم هستن این گلدون هم اگه حالا دوستان بعضی وقتا میپرسن مثلا این چیه و اون چیه و اینا این گلدون هم گلدون زاموفیلیاس خیلی مقاومه میتونید واسه خونتون تهیهش بکنید خیلی آب کم میخواد نور کم میخواد خیلی با محیط آپارتمان سازگاره بحث بعدیمون نظافت و تمیز کردن و مرتب بودن اتاقیه که مهمون قراره بره اونجا لباسش رو عوض بکنه یا آینه هست میخواد یه دستی به سرگوش خودش بکشه حتما اونا هم تمیز و مرتب باشه البته میگم اینا رو همه رو ما با هم مرور کردیم میدونم که شما خیلی استادانه تر بلد هستید و میتونید توی همین کامنت های زیر این ویدیو کلی چیز جدیدم به من یاد بدید حتما اگه نکته به نظرتون رسید کامنت بذارید که بقیه هم ازش استفاده کنن امیدوارم که همیشه چراغ خونتون روشن باشه لبتون خندون باشه تن خودتون خانوادتون صحیح و سالم باشه از مریضی به دور باشید مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید دوست دارم میگم بازم نظراتتون رو بشنوم اگه دوست داشتید ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید دوستانتون رو به کانال دعوت بکنید مثل همیشه یادتون نره که خیلی دوستتون دارم تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار